و اینو ما رو میرسونه به اینجا که با چه هدف و قصدی این قتل‌ها صورت میگیره. آقای سرکوهی، شما میتونستین یکی از این افرادی باشین که امروز در موردشون داریم صحبت میکنیم، یعنی کشته شده باشین، ولی نشد و خوشبختانه. ولی شما خیلی سرکله زیاد زدین با این افراد، از جمله با خود آقای سعید امامی. شما میتونید بگین یعنی متوجه این قضیه شدین که هدف و قصد کشتن افراد سیاسی و هنرمندا چی بود دقیقا؟ ببینید طبیعتاً کسانی که سیاست گذاری کردن این قتلا رو، و توجه هم بکنیم که پرونده که تشکیل شده به طور ناقص هم بهش میگن رسیدگی شده، فقط در مورد چند تا قتل است. اما احمدی میرعلایی از اعضای کانون نویسندگان از دوستان ما که کشته شد، پزشک قانونی اصفهان در همون اول نوشت که این با تزریق آمپول کشته شده. این برگه پزشک قانونی اصفهان روی پرونده هست. بعد غفار حسینی رو کشتن، شاعر نویسنده، و اعضای دیگر مجمع کانون نویسندگان، یا مثلا منو رو بودن. بعد آقای رفسنجانی گفت این در آلمان هست ولی نبود. یا مثلا مسئله پرت کردن 20 چند نویسنده از در سفر ارمنستان برای کشتنشون و غیره، یعنی پرونده های گوناگونی است که حتی در حد همین ناقص هم پرونده‌ای براش تشکیل نشده. اما هیچ هم سیاست گذاران اصلی این قتل ها هیچ وقت نیومدن بگن که چرا این کارو کردن. بنابراین که تنها ما فقط اطلاعات پراکنده‌ای داریم از کسانی که مجری بودن، از پرونده دادگاه ها که اومدن نقد شده که این در بازجویی این رو گفته یا اون رو گفته. اما با حرف هایی که اونا به ما میزدن در اون مدتی که ما تحت فشار بودیم، بازجویی میکردن، احضار میکردن و غیره، برخی از اون حرف ها طبیعتاً ضد اطلاعات بود، برای گمراه کردن ما میزدن. اما برخی از اون حرف ها حرف هایی بود که آدم میبینه با الگویی که در عمل هم اجرا کردن منطبقه. من میتونم اون حرف ها رو برای شما بگم. مثلا از جمله آقای امامی که البته اون موقع ما به عنوان حاج آقا حسینی اون رو میشناختیم، نمیدونستیم اسمش آقای امامی هست و اینا، یا اون آقای هاشمی که حالا بعداً اسم واقعیش رو گفتند و غیره. اینا میگفتن که چند بسای سه تا چند تا مجموعه دلیل ارائه میکردن برای کارشون. یکی این بود که اینا میگفتن که ما حکومت جمهوری اسلامی مشابهت هایی داره با حکومت سوسیالیستی در بلوک شرق سابق، شوروی و بلوک شرق سابق. اونها یک ایدئولوژی زمینی دارن، ما یک مکتب الهی داریم. اونها از حمایت بخش های مهمی از مردم برخوردار بودن، ما هم از حمایت بخش های مهمی از مردم برخورداریم. و مهم در واقع اون چیزی که جامعه شناسا بهش میگن حکومت های نیمه توتالیتر و توتالیتر، البته اونها این اصطلاح رو به کار نمی بردن. بعد اینا میگفتن که در یک چنین جوامعی به علت اتکای مردم، به علتی که لایه های مهمی از مردم از ما حمایت میکنن و غیره، این ما میتونیم همه سازمان های سیاسی مخالف و منتقد رو سرکوب کنیم. هم در بلوک شرق سابق این اتفاق رخ داده بود، هم در ایران، یعنی اینا تونسته بودن این کارو بکنن. اون چیزی که باقی میمونه، یعنی نقطه هایی که احتمال داره که، نه اینکه حالا هستن واقعا، احتمال داره که این نقطه ها بعدن به خطر تبدیل بشن ولی الان خطر بالقوه هستن، افراد گوناگونی هستند که در حوزه های گوناگون نفوذ و تاثیر دارن. نویسنده که در یک حوزه نفوذ و تاثیر داره، مثلا مجله آدین در یک حوزه، من که سردبیرش بودم نفوذ و تاثیر داشت، فلان مثلا جاهل در یک محل در یک حوزه ای داره. ما دیدیم حتی یک جوانی رو که مثلا مشهور بود بین جوانانی که پارتی برگزار میکردن، در شرایط غلط پرت کردن انداختن پایین پروندهش، حالا هیچی میدونه، اون مثلا در یه حوزه این نفوذ داره. میگه این کسانی که به طور منفرد باقی موندن و در حوزه های گوناگون نفوذ دارن رو ما نمیتونیم به طور سیستماتیک از بین ببریم، چون اینا مرتب باز تولید میشن. اینها خطر وقتی که بحران، اینا در حالت عادی خطری ندارن، در دو حالت به خطر تبدیل میشن. یکی وقتی که ما بخوایم فضا رو بازتر بکنیم. آقای امامی به من میگفت این در دوره دوم سالهای آخر دوره دوم ریاست جمهوری آقای رفسنجانی بود و وزارت اطلاعات آقای فلاحیان، که اینا مثلا بعد آقای خاتمی اومد، آقای روحانی میگفت ما میخوایم فضا رو باز بشه کش. اینا معمولا کسایی که ما دیدیم بیشتر گرایش داشتن به اصلاح طلبی و چپ اسلامی. آقای امامی همین آقای اینا میگفتن فضا ما میخوایم بازتر کنیم، اما در فضا، اما در محدوده خط قرمزی که ما تعیین میکنیم. وقتی که فضا بازتر میشه، چون در دوره آقای رفسنجانی فضای بسته محکم، مشت محکم آقای فلاحیان برای سر ما بود، وقتی فضا بازتر بشه، عده‌ای هستن که میتونن از این فضا چه بخوان چه نخوان استفاده بکنن و فراتر از خط قرمز برن. ما اینا میگفتن ما مطالعه کردیم، بررسی کردیم، این شورای عالی امنیت ملی هم کرده بود، نه مثلا فلان آخوندی که فتوا میده و اینا، اصلا این صحبت ها نیست. مطالعه کردیم که چرا بلوک شرق سقوط کرد. سقوط بلوک شرق دلایل گوناگونی داره. یکیش هم این بوده که کسانی بودن مثل سولجنستین، مثل واسلاو هاول، مثل این به اصطلاح روشنفکران یا اینا که مشهور بودن یا رهبر اتحادیه کارگری بودن، که اینها در موقعی که بحران پیش آمد
تونستن به مرکز و محور مخالفت تبدیل بشن و نقش احزاب سیاسی رو بازی کنن که ما نابودشون کردیم. یکی از دلایلی که برمی‌شمرد برای این برنامه این بود که ما حالا شناسایی می‌کنیم کسانی رو که بالقوه میتوانند به اونها تبدیل بشن و اونها رو تو نطفه خفه میکنه. دومین دلیلی که میگفت مسئله تئوری تهاجم فرهنگی بود که آقای خامنه‌ای هم خودش مطرح کرده بود، اینها میگفتش که روشنفکر، این در مورد ماها میگفت کانون، روشنفکرها اسب تروای یا عامل فرهنگ غرب هستند، غرب میخواد از طریق همین حرفی که بارها زدن از طریق فرهنگی ما رو نابود بکنه و شما هم چون همون فرهنگ رو دارین همون رو میگه. من یه بار بهش گفتم خب چرا ما رو کتک میزنی که بگیم جاسوسیم، تو که میدونی ما جاسوس نیستیم. گفت آره ما میدونیم، اما ما برای مردم گفتیم که اینها عوامل غربن، مردم دنبال مفاهیم مجرد نمیفهمن، ما باید یه نمونه عینی درست بکنیم که این نمونه عینی اون مفهومی است که ما میگیم. این دو تا و بعد یک دلیل دیگه هم میگفتن که اتفاقا در سخنرانی بلشیری نکته بهش اشاره کرد، بارها ما رو احضار کردن بعد از جریان سیسیجان، قتل سیسیجان، ما نامه در اعتراض نمیشدیم، ما رو احضار کردن، به ما میگفتن که این پیامی است برای شما که بترسین، چون ببین اینا میتونن این قطار خیلی طوری انجام بدن کسی نفهمه، من میتونم تو اتوبوس مثلا یه تصادف اتوبوس پیش بیارم. چرا اینا همیشه کاری میکردن که ما بفهمیم؟ در مورد میرعلی آمپولا رو گشودن کنار دستش، در مورد سعید سیرجانی، در مورد غفار حسینی، در مورد رو بودن خود من تو فرودگاه، که میگه اینا پیام بود، در واقع پیام بود برای بقیه که محیط ترس و وحشت ایجاد بشه، خودسانسوری افتاد. این مجموعه دلایلی بود که اینا مطرح میکردن و در عملشون آدم میبینه که هست. اگه خیلی با توجه به صحبتی که آقای باقری‌زاده کردن و محدودیت‌هایی که آقای روحانی میتونه داشته باشه، به خصوص در عرصه دخالت نکردن در قوای دیگه، واقع بینانه اگه بخوایم نگاه بکنیم چه چیزی محتمله، چه چیز عملیه؟ حرفا که آقای باقری‌زاده میذارن خب در واقعشون داره آقای باقری تشویق میکنن به این کارا، ولی آقای روحانی خودشون عضو شورای امنیت ملی بودن که این سیاستا رو تدوین کرده بود. ما اینو نمیگیم، معمولا ما ایرانی‌ها در یک دروازه‌ای هم هستیم. واقعیت قضیه که من تصورم این نیست، اولا که بخش پرونده 4 نفر رو قوه قضاییه میگه تموم شده، ما میدونیم تموم نشده، پرونده های دیگر رو یعنی قتل های دیگه غفار حسینی غیر و غیر رو اصلا پرونده ای براش تشکیل نداده که حالا بخواد رسیدگی بکنه. وزارت اطلاعات هم در واقع شورای امنیت عالی امنیت ملی هست، بعد به شورای عالی هم وزارت اطلاعات دستور میده، بعد اونا دستور میدن، بعد این کسانی که دستگیر شدن در واقع مجریان بودن، حتی کارشناسان هم نبودن. من تصورم این هستش با بعضی که در ایران هست و به علاوه توجه بکنیم که این جور مسائل، ما چون متأسفانه در دوره گذار هم نیستیم که آقای لایجی اشاره کردن، این جور مسائل که دولت ها نمیخوان، حالا قوه قضاییه نمیخواد، رهبر نمیخواد، یک کسان قدرتمندی نمیخواهند که مطرح بشه، چون اگر مطرح بشه پای اونا میاد وسط. این جور مسائل وقتی مطرح میشه در واقعیت که جامعه، لایه های تاثیرگذاری از جامعه خواستار مطرح شدن او بشوند و این لایه های تاثیرگذار بتوانند در تبادل اون قدرت های همسنگ این رو به دولت ها تحمیل، من واژه تحمیل ها شاید واژه جالب نمیشه، به هر حال این رو بقبولونن. و این متاسف البته این خوب نیست، کاش اونطور میشد که ایشون میگفتن، یعنی آقای رئیس جمهور میومد پرونده رسید، اما این هم نمیشود مگر آنکه ماها، یعنی کسانی که به هر حال مخالف منتقد این رویه ها هستند که زیاد هم هست، اینها بتوانند این رو در آگاهی مردم، در آگاهی لایه های از جامعه جا بندازند، در ادبیات، در فرهنگ، در هنر، در شعور اجتماعی، تا این تبدیل بشود به تدریج به زمینه تا لایه های مؤثری از جامعه خواستار این بشوند که این مسائل مطرح، بعد اون وقت دولت ها شاید تحت این تاثیر مجبور بشوند مطرح کنند. جز این من تصور میکنم که حالا تشویق بکنیم و انشالله ایشون، اینا این دیگه انشالله گربه است.